با ورود مهاجرین بیشتر، شیوع بیماری ها و برند رفتن سطح مرگ و میر در کمپ پناهندگان آیدا در سودان جنوبی، شرایط این کمپ به وخامت گراییده بود که بعداً بهبود یافت. اما با ختم فصل باران، این کمپ مهاجرین بار دیگر با موجی از مشکلات و آزمون ها مواجه خواهد شد که می تواند باشندگان آن را دچار فاجعه دیگری سازد. همه چیز اکنون در شفاخانه اصلی کمپ ایدا در سودان جنوبی آرامتر به نظر می رسد. این شفاخانه توسط دکتران بدون مرز که به نام SF شناخته شده و معرض اجرا قرار می گیرد. بسیاری از بسترهای این شفاخانه هنوز هم پرند، اما اوضاع به گفته آنان در نهایت قابل کنترل است. از اواسط ماه جون تا اواسط جولای موجی از بیماری به این کمپ ضربه وارد کرد که میزان مرگ و میر افزایش یافت و این وضعیت با افزایش 1000 پناهنده تازه وارد در هر روز توأم گردید. از آن زمان تا کنون اوضاع با براه انداختن برنامه های درمانی برای پناهندگان و نظارت و ارزیابی بر مواد غذایی آنها بهبود یافته است. مادران مواد غذایی ویژه و سرشار از ویتامین ها دریافت می کنند و مواد مغذی اطفال خود را سالم نگه می دارند، اما هنوز صفوف مریضان روزانه در این مرکز طولانی است. اکنون نیاز وجود دارد. این شرایط مانند ماه جولای فاجعه بار نیست، اما با بسیار سرعت می تواند تغییر کند. اگر امراض مثل وبا و ملاریا شیوع کند و یا اگر مردم بیشتر بیایند، این شرایط خیلی سریع می تواند شبیه ماه جولای شود. پناهندگان از کردوفان قلب سودان جنوبی به ایدا می آیند. جنگی که در ماه جون در سال گذشته بین دولت و شورشیان شمال آغاز شد، باعث آن شد که این کمپ اکنون دارای بیش از 65,000 پناهنده باشد که از شدت جنگ و بمباران هوایی فرار کرده اند. تازه واردان می گویند جنگ به زودی باعث خواهد شد که تعداد بیشتر از مرز به سودان جنوبی سرازیر شوند. آنها متواتر فرم می کنند. شاید هدفشان اردوی نهضت آزادی خواهی مردم سودان در شمال باشد. اما راکت با آن منطقه اصابت نمی کند، بلکه به خانه های مسکونی می رسد و مردم را زخمی می سازد. اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان اکنون روزانه کمتر از 200 تن تازه وارد را ثبت نام می کند. مقامات می گویند فصل بارانی باعث شده تا مردم کمتری از جنوب شهر کردوفان بیایند. همان باران باعث عدم امکان انتقال غذا به کمپ ها نیز می شود. در چند هفته گذشته برنامه غذایی جهان مجبور به انتقال مواد غذایی از طریق هوا شد. تیاره ها با 6 بار رفت و آمد روزانه حدود 64 تن مواد را به زمین پرتاب می کنند. اما مقامات می گویند این کمک ها پس از فصل بارانی و رسیدن پناهندگان بیشتر نیاز به تمدید دارد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می گوید 15,000 تن دیگر بر تعداد این پناهندگان افزوده خواهد شد. در این صورت منابع کمتر شده می روند و کمپ ایدا با بحران دیگری مواجه خواهد شد. لیلا حبیب عظیمی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.